سلام، آزمون نوبت دوم ریاضی اول دبیرستان رو با هم حل میکنیم. اگر دو خط بر هم عمود باشن، شیب اونها نسبت به هم چه حالتی داره؟ قرینه و معکوس. یعنی اگر شیب یکی ام باشه، شیب اون یکی میشه منفی یک به روی شیب اون یکی. مثلا شیب رو در نظر بگیرید، دو بر یه خط، شیب خط عمود بر اون میشه منفی یک دوم، یک دوم معکوس منفی قرینه. اگر زاویه تند تتا بزرگتر شود، سینوسش بزرگتر میشه. زاویه تند یعنی از 90 درجه کمتر باشه، یعنی تو ربع اول قرار میگیره. دایره مثلثاتی رو در نظر بگیرید، اگر از انتهای ضلع زاویه که داره حرکت میکنه زاویه ایجاد میکنه رو کمان وقت کنید روی محور عمودی یا محور سینوس، ها میبینید که هر چی زاویه بزرگتر بشه سینوسش هم بزرگتر میشه. بین هر دو عدد گویا بی شمار عدد گویا وجود داره. برای اینکه پیدا کنیم درجه ایکس رو در این عبارت، اول باید ضرب رو انجام بدیم. ضرب عددی در هم ضرب میشه، میشه 5 ضرب در 3 15، ایکس ضرب در ایکس رو میشه ایکس 3، ایگرگ 2 ضرب در ایگرگ 3 میشه ایگرگ 5. بنابراین درجه ایکس 3 توانه. نماد علمی 1392 ضرب در 10 به توان منهای 6، 10 به توان منهای 6 رو کاری ندارید، 1392 رو به صورت نماد علمی بنویسید. اون وقت 10 به توان 3 و ضرب در 10 به توان منهای 6 میکنید که نماد علمی به صورت سادش در بیاد. عددی که در عدد تواندار 10 ضرب میشه باید بین 1 و 10 باشه. 1 و 392 هزارم ضرب در 10 به توان 3 میشه آخر سر 1 و 392 ضرب در 10 به توان منهای 3. چرا؟ چون ضرب در 10 به توان منهای 6 هم داشتیم. حاصل عبارت 1 منهای رادیکال 2 داخل قدر مطلق بدون نماد قدر مطلق چی میشه؟ اگر عددی داخل قدر مطلق باشه، منفی باشه، چون قدر مطلق مثبتش میکنه، بنابراین یه منفی درش ضرب میشه. منفی 1 منهای رادیکال 2 میشه رادیکال 2 منهای 1. خب کدام یک از عبارت های زیر یک جمله ای هست؟ یک جمله خصوصیتش اینه که باید ضریب داشته باشه، توان متغیرش مثبت باشه 3x. شیب خط تانژانته، تانژانت 45 x. سینوس یه زاویه با کوسینوس متممش یکیه. گفته کدام یک از خطوط زیر با خط y مساوی 3x به علاوه 7 موازی نیست. اگر خطی با خطی موازی باشه، شیب خطاشون با هم دیگه برابره. میایم الف رو میبینیم، اگر 5 رو ببریم اون طرف روی ایکس که ضریب ایکس تاثیر نداره همونه، جیم هم همینجوره، دال هم همینجوره. حالا قسمت ب رو میتونیم برای اینکه بررسی کنیم که واقعا جوابش هست مطمئن بشیم، شیبش رو به دست بیاریم. باید ضریب ایگرگ 1 باشه، یعنی دو طرف رو تقسیم بر 3 میکنیم، بعدن 1 هم میبریم اون و میشه ایگره مطابق 1/3 ایکس به علاوه 1، شیبش 1/3. حاصل عبارت 3 به توان 4 ضرب در 2 به توان 3 به علاوه 2 به توان 3 داخل پرانتز، البته این دوتا به صورت عدد تواندار بنویسید، 2 ضرب در 2 به توان 3 میشه 2 به توان 4، ضرب در 3 به توان 4 پایه ها متفاوت، اما توان ها یکیه، پایه ها رو در هم ضرب میکنیم میشه 6 به توان 4. حاصل عبارت خواسته، اول 7 ضرب در 6 میکنیم 42، تقسیم بر 2 میکنیم میشه 21، 4 ضرب در 5 از 21 کم میکنیم میشه 1. عبارت رادیکالی رو گفته ساده کنیم. زیر رادیکالا رو به صورت ضرب عواملشون مینویسیم. البته تا اونجایی که میشه باید رادیکالای مشابه ایجاد کنیم. 98 رو مینویسیم 49 ضرب در 2، 5 رو می‌نویسیم 25 ضرب در 2 که اون 6 رادیکال 2 با اینا رادیکال مشابه در بیاد. 7 میاد بیرون ضرب در 3 21 رادیکال 2، 5 میاد بیرون 5 رادیکال 2 منهای 6 رادیکال 2.
حالا چون رادیکال های مشابه داریم، رادیکال مشابه زیر رادیکال و فرجه باید یکی باشه تا رادیکال مشابه باشه. ضریب مهم نیست. مثلا الان همه این ستا رادیکال مشابه هم 21 و 5 26 منهای 6 20 عبدال رادیکال دو 20 رادیکال دو. x به علاوه y در x منهای y اتحاد مزدوج اولی به توان دو منهای دومی به توان دو. x2 به علاوه y2 هم که می نویسیم دوباره اتحاد مزدوج میشه x4 منهای y4. 51 به توان دو رو از اتحاد مربع مجموع دو جمله استفاده میکنیم. می نویسیم 50 به علاوه 1، بعدن بسته اتحاد رو می نویسیم، اولی به توان دو، دو برابر اولی در دومی به علاوه دومی به توان دو. 50 به توان دو میشه چی؟ 2500. 2 ضرب در 50 100 ضرب در 1 همون 1 به توان دو میشه 1. یعنی بدون اینکه 51 و ضرب در 51 کنیم از طریق اتحاد به دست آوریم. ما 50 به توان دو رو به راحتی میتونیم ذهنی حساب کنیم. 5 ضرب در 5 دو تا صفر هم جلوش. بعدی برای تجزیهش دقت میکنیم میبینیم اتحاد جمله مشترکه. دو تا عدد که ضربشون شده 20 جمعشون شده منهای 12 منهای 10 و منهای 2. x منهای 10 در x منهای 2. مجموع سه عدد متوالی شده 141. یعنی اگه اولی x باشه، دومی x به علاوه 1، سومی x به علاوه 2، اینا رو با هم دیگه جمع کنیم بشه 141. یه معادله یک مشهوری درجه یکه که میشه 3x به علاوه 3 مساوی 141. بیایم از یه طریق دیگه حل کنیم معادله رو. از 3 فاکتور میگیرم میشه 3 ضرب در پرانتز x به علاوه 1 مساوی 141. فرق نمی کرده 3 رو ببرم اون وقت بعدا تقسیم بر 3 کنم، ولی خب اومدم این طریق حل کنم که ببینید از این طریق هم میشه x به علاوه 1 مساوی 141 تقسیم بر 3 مساوی 47، x میشه 46. x که در اومد 46 یعنی اولین عدد، گفته اون اعداد رو مشخص کنید. یعنی اولی 46، دومی 47، سومی 48. همیشه مسائل رو کامل بخونید ببینید ازتون چیا میخواد تا اونجایی که مسئله خواسته باید حل کنید. گفته اگر a و b این مختصات رو داشته باشه، طول پاره خط آب رو پیدا کنید. فرمول طول پاره خط چیه؟ مربع تفاضل طولها به علاوه مربع تفاضل عرضها. اینا رو با هم دیگه که جمع کردیم زیر رادیکال میگیریم، میشه 7 منهای 3 به توان 2 به علاوه منهای 1 منهای 2 به توان 2. فرق میکنه کدوم اول دوم بگیرید؟ یعنی 7 منهای 3 با 3 منهای 7 اگه به توان 2 برسه یکیه، میشه 16 به علاوه 9 رادیکال میشه 5 طول پاره خط. معادله خط آب رو بنویسید، شیب خط. حالا اینجا اگر b رو میگیرید 2، y2 منهای y1 زیرش x2 منهای x1، بعد جایگذاری میکنید شیب خط رو به دست میارید. بعد یه فرمول دیگه داریم برای شیب و یک نقطه. یه فرمول هم داریم که خب اگر دوتا نقطه رو داشته باشیم میتونیم به دست بیاریم. تو اون یکی فرمول هم فقط به جای M همین مقدار فرمول Y دو منهای Y تقسیم بر X دو منهای X یکه. یعنی ما اینجا M رو جدا حساب کردیم. حالا فرق میکنه کدوم نقطه رو بگیرم تو این فرمول ایگرگ منهای ایگرگ یک؟ نه، من حالا نقطه آ رو گرفتم، ایگرگ منهای دو منهای سه چهارم در پرانتز ایکس منهای سه. چرا فرق نمیکنه؟ به خاطر اینکه مختصات دوتا نقطه توی این خط صدق میکنه، توی این معادله صدق میکنه. آخر سر میرسیم به این معادله. سوال بعدی گفته طول مستطیلی از عرض 6 واحد بیشتر معادله مربوط به مساحت و محیط مستطیل رو بنویسید. اگر طول بگیریم آ، عرض بگیریم ب، آ برابر میشه با ب به علاوه 6. حالا محیط یه مستطیل چیه؟ دو برابر مجموع طول و عرضش، یعنی دو برابر آ به علاوه ب.
وقتی میگه معادله مربوط به مساحت و محیط رو بنویسید، منظورش این نیست بنویسیم دو ضرب در پرانتز آی به علاوه ب. میخواد بر حسب یک متغیر بنویسه، مثلا محیط بر حسب آ یا ب. ما اینجا بر حسب عرض مینویسیم. دو ضرب در آی به علاوه ب به جای آ چی میذاریم؟ آ طول بود، اما باید به جاش بر حسب عرض بذاریم. بی به علاوه 6 میشه 2 ضرب در پرانتز بی به علاوه 6 به علاوه بی داخل پرانتز ساده 2 بی به علاوه 6 ضرب در 2 میشه 4 بی به علاوه 12. حالا مساحت طول ضرب در عرض، به جای آ باز میذاریم بی به علاوه 6 داخل پرانتز ضرب در بی، بی ضرب در بی، بی به توان 2، بی ضرب در 6، 6 بی. دستگاه رو گفته به روش حذفی جایگذاری حل کنی. به روش جایگذاری حل میکنیم. جایگذاری بهتر اونی هستش که ایگرگ و ایکس ضریب نداشته باشه تا بتونیم به راحتی در معادله دیگه جایگذاری کنیم. 4x به علاوه ایگرگ مساوی با 6، ایگرگ رو این طرف نگه داریم 4x رو ببریم اونور، میشه ایگرگ مساوی 6 منهای 4x. ایگرگ رو در آوردیم 6 منهای 4x، در معادله بالا به جای ایگرگ میداریم 6 منهای 4x. بعدن عملیات همون معادله یک مجهولی انجام میدیم، x میشه 1. وقتی x رو در آوردیم 1، در هر کدوم از معادلات قبلی جایگذاری کنیم یا همون حتی معادله اول، ایگرگ به دست میاد. در همون ایگرگ مساوی 6 منهای 4x قرار میدیم، میشه 6 منهای 4، ایگرگ در میاد 2. حالا اگه خواسته باشیم از روش حذفی حل کنیم، کافیه در پایینی 3 رو ضرب کنیم، 3y و منهای 3y حذف میشه، اونجا میشه 12x با اون 2 میشه 14x مساوی با 14x در میاد 1 به روش حذفی. اگه پایین عوارض بانیم از دیوار 3 متر فاصله داشته باشه، زاویه هم که با سطح زمین میسازه 60 درجه باشه، سر نردبان گفته در چه فاصله از سطح زمین قرار داره. خب بهتره از تانجانت استفاده کنیم. چرا؟ چون ضلع مقابل به مجاور رو تو تانجانت نسبتش رو داریم. تانجانت 60 درجه رادیکال 3، یعنی ضلع مقابل که همون چیزی است که میخوایم، به 3 متر مساوی با رادیکال 3، x میشه 3 رادیکال 3. برای امتحان باید نسبت‌های مثلثاتی زوایای 30، 60، 90، 45 اینا رو حفظ باشید. حتی اگر اینجا طول نردبونم از ما میخواست، باز ما میتونستیم به دست بیاریم. میشه چی؟ کوسینوس 60 درجه ضلع مجاور که 3 به وتر، یعنی 1/2 مساوی با 3 تقسیم بر وتر، یه طرف این وسط این کنیم 6 میشه. تو سال بعدی گفته مقدار عددی عبارت رو به دست بیاری. همونجوری که گفتم باید نسبت‌های مثلثاتی زوایای مشهور 30 45 60 90 اینا رو صفر، اینا رو باید بلد باشید. به جای سینوس 30 درجه می‌ذاریم 1/2. حالا تانجانت 2 یعنی چی؟ یعنی تانجانت به توان 2، یعنی تانجانت 60 درجه رادیکال 3، رادیکال 3 به توان 2. 4 ضرب در 1/2 منهای رادیکال 3 به توان 2 میشه 2 منهای 3 مساوی منهای 1. با توجه به شکل گفته نسبت های مثلثاتی زاویه آ رو به دست بیاریم. ما با استفاده از رابطه ای که بین اضلاع زوایای قائمه هست، قاعده فیثاغورس، اول چی رو به دست میاریم؟ آب رو به دست میاریم، وتر به توان 2 برابر است با آب به توان 2 برابر به 3 به توان 2. این تمرین ها فقط یک نمونه ای از مسائلی هستش که تو امتحان
ممکنه بیاد. شما حتما تمرین های فصل ها رو مرور کنید، بعد فیلم های دیگه ای که از ریاضی اول دبیرستان تو سایتم هست، آدرس سایتم زیر نویس میشه، حتما ببینید. فیلم های متعددی هست، از جمله فیلم نوبت اولم آزمونش ساخته شده. آبه به توان دو میشه 225 منهای 144، آبه میشه رادیکال 81 یعنی 9، سینوس برابر با ذیل مقابل به 3 12، به وتر 15، کوسینوس برابر ذیل مجاور آبه 9 به آسه 15 9 15، تانژانت برابر با ذیل مقابل 12 به ذیل مجاور 9، کوتانژانت هم که خب عکسشه 9 12. از این موضوع سوالای خیلی مشکل تری هم میتونن بدن، مثلا سینوس رو بدن، بعدن سایر نسبت های مثلثاتی رو با توجه به مثلا وتر که دادن به دست بیارید. حتما از اون نمونه مسائلم کار کنید، توی کتاب هست. ایکس به علاوه یک به روی ایگرگ به علاوه یک به علاوه ایکس به علاوه یک به روی ایگرگ منهای یک رو گفته. به ساده ترین صورت بنویسید، مخرج مشترک میشه حاصل ضرب مخرجا، اتحاد مزدوج ایگرگ دو منهای یک. حالا مخرج یکی در صورت دیگری، ایکس به علاوه یک در ایگرگ منهای یک، یه دو جمله در دو جمله یه از توضیح پذیری ضرب نسبت به جمع 4 جمله ایجاد میشه. اون یکی هم ایکس به علاوه یک در ایگرگ به علاوه یک، ایکس ایگرگ منهای ایکس به علاوه ایگرگ منهای یک، ایکس در ایگرگ میشه ایکس ایگرگ، ایکس در یک میشه ایکس، یک در ایگرگ ایگرگ، یک در یک یک. حالا صورت اونی که هست میشه منهای ایکس و ایکس و منهای یک و یک، بقیه دو ایکس ایگرگ از ایکس ایگرگ به علاوه ایکس ایگرگ و ایگرگ و ایگرگ دو ایگرگ به روی ایگرگ دو منهای یک. حالا من از دو ایگرگ هم فاکتور گرفتم، میتونستیم از دو ایگرگ هم فاکتور نگیریم و همون صورت هم بنویسیم. قسمت ب، ایکس توی ایکس دو و ایکس مشترک ازش فاکتور میگیریم، مخرج ایکس دو منهای 9 اتحاد مزدوجه، یعنی x به علاوه 3 در x منهای 3. اتحادا رو حتما خیلی کار کنید، هم برای تجزیه عبارت ها و هم بعدا در حل معادلات میتونه خیلی کمک کنه. کسر بعدی x دو منهای 1 بروی x دو منهای 2 x منهای 3، چون تقسیمه معکوس میکنیم، کسر اول خودش، کسر دوم معکوس، x دو منهای 2 x منهای 3 رو تجزیه میکنیم، اتحاد جمله مشترکه، حاصل ضرب منهای 3 جمع منهای 2 منهای 3 و مثبت 1. x به منهای 1 هم باز اتحاد مزدوجه. حالا x به علاوه 1 ها میره، x منهای 3 هم میره، دوباره x منهای 1 ها میره، میمونه x به روی x به علاوه 3. نکته مهم، اگر میخوایید یه چند جمله رو برای یه چند جمله تقسیم کنید، اول باید هر دو به صورت استاندارد باشه، یعنی توانشون نزولی باشه. یعنی اگر بود منهای 5 x به علاوه x به علاوه 7، همین عبارت x به منهای 5 x به علاوه 7ه، اما به صورت مرتب باید بنویسید برای تقسیم. پس x به منهای 5 x به علاوه 7 تقسیم برای x منهای 2. اولین جمله مقسوم بر اولین جمله مقسوم علیه تقسیم میشه x، 2 تقسیم بر x میشه x، حالا یه پرانتز یه منها پشتش، ضرب x در x منهای 2 میشه x 2 منهای 2x. حالا منها میکنید، x 2 منهای x 2 میره، منها در منها مثبت، یعنی منها در منهای 2x میشه مثبت 2x، با منهای 5x هم بشه میشه منهای 3x، 7 رو میاری پایین منهای 3x تا
تقسیم بر x میشه منهای 3، دوباره یه پرانتز یه منها پشتش، منهای 3 در x منهای 2 ضرب میشه، داخل این پرانتز نوشته میشه باقی مانده چی میشه؟ 1. درجه ای که باقی مانده داره یه دونه کمتر از درجه محتمل الاله، که الان درجه xی که باقی مانده داره چیه؟ 0. درجه محتمل الاله 1. برای گویه کردن دو به روی رادیکال 3 منهای 1 دفتر مزوجش میکنیم مخرج، و رادیکال 3 منهای 1 مزوجش چیه؟ رادیکال 3 به علاوه 1. چرا؟ چون رادیکال 3 به توان 2، 1 هم به توان 2 که برسه دیگه میشه 3 منهای 1 2 که دیگه مخرج گویاست. بعد ساده میکنیم میشه رادیکال 3 به علاوه 1. گفته معادلات رو به روش تعیین شده حل کنید. روش دلتا میگه چی؟ اول A و B و C رو تعیین کنید، دلتاشو تشکیل بدید، بعد X رو منهای B به علاوه منهای رادیکال دلتا رو تقسیم بر 2A. A چیه؟ 3. B ضریب X منهای 8 3 5. منهای 8 به توان 2 منهای 4 ضرب در 3 ضرب در 5 میشه 64 منهای 60 مثبت 4. اگر دلتا کوچکتر از صفر باشه ریشه نداره. اگر دلتا مساوی صفر باشه یه ریشه داره. مشترک دو تا عدد ضربشون منفی 20 جمعشون منهای 1 منهای 5 و مثبت 4. آ میشه 5، آ میشه منهای 4. اما گفته عدد طبیعی بیابید، بنابراین آ مساوی 5 قابل قبول، آ مساوی منهای 4 غیر قابل قبول. خود معادله دو تا جواب داره، اما جواب مسئله آ مساوی با 5. نامعادله زیر را حل کنید، مجموع جواب رو محور اعداد نمایش دهید. برای حل نامعادلات عین معادلات عمل میکنیم. دو طرف تساوی در یک عدد منفی ضرب بشه یا بر یک عدد منفی تقسیم بشه علامت نامساوی عوض میشه. البته اصلا میتونیم یه کاری کنیم که به اونجا نرسه. چجوری؟ جا به جا کردن متغیر و ضریب x با هم دیگه. حالا اینجا ببینید، 3x به علاوه 20 سمت چپ هست، 5 رو در x به علاوه 1 ضرب میکنید. حالا مگر 5x رو از سمت راست ببرم سمت چپ، ضریب x منفی میشه. لازم نیست این کار کنم، 3x رو میارم این بر، از 5x کم میکنم میشه 2x، 7 بره اون بر، منهای 7 با 3 جمع بشه منهای 4. دو طرف تقسیم بر یه عدد مثبت میشه، یعنی چی؟ ضریب x 2ه، x بزرگتر مساوی منهای 2 رو محور نمایش میدیم، منهای 2 هم تو پره. اگه 5 برابر تعداد کتاب های امیر کمتر از 2 برابر کتاب های او به علاوه 12 باشه، یعنی 5A کمتر از 2A به علاوه 12 باشه. گفته امیر چند کتاب میتواند داشته باشه، اینم یه نامعادله است. A کمتر از 4 در میاد، یعنی امیر میتونه یک کتاب یا دو کتاب یا سه کتاب داشته باشه.
البته یک کدوم این حالت هست، ولی سه تا جواب میتونه جوابش باشه. بادم تأکید میکنم حتما فیلم ها روی مباحث فصل ها و آزمون نوبت اول رو ببینید، تمرین های کتاب هم با دقت حل کنید. اگر نمونه سوال آزمون هماهنگ هم بتونید روی اینترنت دانلود کنید مرور کنید خوبه. متشکرم، خدا نگهدار.